درود بر هممیهنان عزیز و همراهان آوای ایران. امروز با جدیدترین خبرهای مربوط به اعتراضات مردمی در شهرهای مختلف ایران همراه شماییم. قبل از هر چیزی خوشحال میشیم از اینکه نظرتون رو با ما و سایر دنبال کنندگان به اشتراک بگذارید. مردم وارد صدا و سیما شدند. ورودی جام جم فتح شد. لطفاً پیش از هر چیزی با لایک کردن این ویدیو به بیشتر دیده شدن این اخبار کمک کنید. با سپاس از همراهی شما. اعتراضات از ساعتی پیش وارد فاز تازه‌ای شد. دیشب بعد از حضور پرشور معترضان در میدان تجریش و زعفرانیه تا پارک وی، معترضان به سمت صدا و سیما حرکت کردند. غیر قابل شمارش. از جنوب هم معترضان خشمگین از بالای ونک به سمت جام جم حرکت و در مقابل درب اصلی ساختمان شیشه‌ای خبر با نیروهای ضد شورش درگیر شدند. زد و خورد در این منطقه به حدی شدید است که نیروهای سپاهی با هلیکوپتر در حال کمک رسانی به داخل صدا و سیما هستند. گزارش حاکی است که در ساعات پایانی شب مردم با عبور از چند مانع امنیتی وارد ساختمان ورودی و نگهبانی صدا و سیما شده و آن را به کنترل خود درآوردند. با ورود نیروهای تازه نفس سپاه، معترضین به بیرون هدایت شدند، ولی باز با حضور متعدد مردم این نیروها مجبور به عقب نشینی شدند. این درگیری ها در همین لحظه هنوز ادامه دارد. اعتراضات شهروندان ایران بعد از کشته شدن مهسا امینی، شهروند 22 ساله سقزی، به دست ماموران گشت ارشاد در پنجمین روز خود بیش از 120 شهر بزرگ و کوچک ایران گسترش یافت. همزمان سرکوب گسترده معترضان در ابعاد وسیع‌تری توسط نهادهای امنیتی صورت گرفته و علاوه بر فیلتر شکن اپلیکیشن‌های اینستاگرام و واتساپ و از کار افتادن فیلتر شکن‌ها گزارش‌هایی از افزایش جان باختگان منتشر شده. به گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، در جریان اعتراضات به کشته شدن مهسا امینی، دست کم یک کودک 16 ساله به نام امین معروفی و دو شهروند دیگر به نام‌های دانش رهنما 25 ساله و صدرالدین لیتان 27 ساله با تیراندازی نیروهای بسیج و ضد شورش در روستای بالو در استان آذربایجان غربی کشته شدند. این گزارش وضعیت دو معترض زخمی دیگر در اعتراضات اشنویه در استان آذربایجان غربی را نیز وخیم گزارش کرده. شماره جان باختگانی که ایران وایر تا کنون موفق به احراز هویت آنها شده 10 نفرند که با شلیک نیروهای امنیتی در جریان اعتراضات جان باختند. سرنوشت 10 تن از معترضان بازداشت شده به دست نیروهای امنیتی نیز همچنان نامعلومه و هویت شمار زیادی از اونها احراز نشده. در ویدیوهایی که به دشواری از سد فیلترینگ عبور کرده و به دست ما رسیده، شامگاه چهارشنبه 3 شهریور 1401 مردم تهران در محله‌های مختلف از جمله ولیعصر، نازی‌آباد، تهران پارس، خیابان جمهوری، میدان قدس، ستارخان، حافظ، زعفرانیه، تجریش و ربات کریم در خیابان‌ها مرگ بر خامنه‌ای، وای به روزی که مسلح شویم و مرگ بر دیکتاتور سر دادند. معترضان در پاکدشت علی‌رغم تلاش نیروهای امنیتی برای متفرق کردن معترضان در برابر آنها مقاومت کردند و گزارش‌هایی نیز از مسدود شدن خیابان‌ها در برخی مناطق تهران برای ممانعت از ورود نیروهای امنیتی منتشر شده و در شهرستان قرچک معترضان وارد ساختمان فرمانداری شدند. در بسیاری از شهرهای ایران معترضان بیل
بیلبوردها و تصاویر مقامات تراز اول جمهوری اسلامی و خودروهای نیروهای سرکوب را به آتش کشیدند. در پل حافظ تهران معترضان شعار می جنگیم می میریم ایرانو پس می گیریم در ویدیویی که از اعتراضات در احمدآباد منتشر شده مردم کلانتری را تسخیر کرده و خودروهای پلیس را به آتش کشیدند. خبرها نشان می دهد که وضعیت رژیم آنچنان وخیم شده که سلبریتی های حکومتی هم از حکومت ابراز انزجار می کنند. مسعود کیمیایی: روزگار باروت را بازداریم می گذرانیم. درود به شما. درود به مردم عزیزم. روزگار باروت بازداریم می گذرانیم. نکنید با مردم. نکنید با مردم. مردم دوباره سر موقع پاشنه کفششون رو بر میکشن. بلدن. مردم خودشون تصمیم میگیرن. من آدم تو پیاده رو هستم. من آدم تو خیابون هستم. من 25 سالم بوده قیصر ساختم. میشناسمش. این مردم رو میشناسم. اینقدر دودوزه بازی نکنید. به این رأی میدی به اون رأی نمیدی، از شلوغش میکنی، کار ژورنالیستی میکنی. هستی بیا، نیستی نیا. اون وسط باد بدبویی میوزه. من غمگینم از آدمایی که از هر چیزی میخوان استفاده کنن، در واقع سوء استفاده کنن. این دختر اومد تو تهران تک تنها، کشتنش. این صورت مسئله نیست، این خود همون موضوع اصلیه. این باعث میشه پاشنه کفشتو بر بکشه. اونایی که میخوان این کار رو بکنن این وسط با بازی نکنن. همکارای من اصلا دیگه فرصت نیست که دروغ بگی. نگو. درود به مردم، درود به قلبتون، درود به شهامتتون. مهران مدیره خطاب به صدا و سیما: لطفاً هیچ برنامه یا هیچ تصویری از من در صدا و سیما پخش نکنید. اخیراً اعلام میکنن که قرار ادامه برنامه دور همی پخش بشه بعد از ماه سفر. ما که ضبطمون تموم شده، 30-40 قسمت مونده که قرار پخش بشه. دور همی؟ دوباره شبها تلویزیون رو روشن کنیم بشینیم دور هم بگیم بخندیم کیف کنیم؟ حتماً. به عنوان سازنده، طراح، مجری و کارگردان این برنامه اعلام میکنم نمیخوام حتی یک فریم از تصویر من به هیچ بهانه ای در هیچ شبکه ای پخش بشه. اینقدر که حق دارم به عنوان صاحب این اثر، اینقدر که حق دارم. این تنها کاریه که از دستم برمیاد. فعلا این تنها کاریه که از دستم برمیاد. لطفاً هیچ تصویری در هیچ شبکه‌ای از من پخش نکنید. دور همی مال حال خوبه. با دور همی نمیشه حال مردم رو خوب کرد. لطفاً خشونت نکنید. به حرف مردم گوش کنید، ببینید مطالباتشون چیه. همه ی کسانی که در این درگیری ها حضور دارند، در یک وطن زندگی میکنند، در یک شهر زندگی میکنند، از یک خونند. تسلیت میگم به همه خانواده های داغدار و تسلیت میگم به همه خودمون که داغداریم با این همه تلخی. امیدوارم هممون بتونیم این بحران رو و این خشم رو با درایت بگذرونیم.
که اتفاقات بدتری نیفته. به امید دیدارتون، خدا نگهدار. کاربری در این باره نوشته: اشتباه نکنید، مهران مدیری با مردم همراه نشده، او وحشت زده است. مدیری بعد از سالها ارتزاق از سفره صدا و سیما صدای انقلاب زن زندگی آزادی را شنیده و از ترس جانش بیانیه ولر می صادر می کند. هیچ کدام از شما مهره های نظام دیگر در امان نیستید. پیام ویدیویی شاهزاده پهلوی: چیزی به پیروزی نمانده. در سومین روز از آغاز اعتراضات سراسری، در حالی که تقریباً در بیش از 130 شهر ایران تظاهرات ضد حکومتی در جریانه، شاهزاده رضا پهلوی در پیامی ویدیویی از مردم خواست با ادامه اعتراضات خیابانها را نگه دارند. در این پیام که شامگاه چهارشنبه 30 شهریور 1401 منتشر شد، شاهزاده پهلوی خطاب به مردم گفت: درود بر شما هموطنان شجاع و دلیرم. آرزوی همیشگی من این بود اتحادی را که اکنون از خود نشان می دهید در سراسر کشور ببینم. شما با هم نیرومندید و با هم از هر نیروی سرکوبی قوی ترید. همین روند اگر ادامه یابد مسلماً پیروزید. خیابان دست شماست، نگهش دارید. درود بر شما هممیهنان شجاع و دلیرم. آرزوی همیشگی من این بود که این اتحادی که اکنون از خود نشان می دهید در سراسر کشور را ببینم. شما با هم نیرومندید و با هم از هر نیروی سرکوبی قوی تر هستید و همین روند اگر ادامه یابد مسلماً پیروز خواهید بود. خیابان دست شماست، نگهش دارید. هشتگ های نام مهسا امینی به فارسی و انگلیسی و هشتگ مربوط به اعتراضات سراسری در ایران به فارسی و انگلیسی ترند شده اند. موج واکنش ها از سوی شخصیت های غیر ایرانی و مقامات دیگر دولت ها و سازمان های بین المللی به اعتراضات شهریور 1401 و حمایت از مردم ایران ادامه دارد. رهبر ایران روز چهارشنبه در نخستین سخنرانی خود بعد از درگذشت مهسا امینی بر اثر خشونت ماموران گشت ارشاد و گسترش اعتراضات خیابانی به نقاط مختلف ایران هیچ اشاره‌ای به این اتفاقات نکرد. این در حالی است که مردم معترض در بیش از 40 شهر ایران اعتراضات گسترده خیابانی را علیه جمهوری اسلامی پیش می‌برند.